اولین برف زمستونی، البته نمیشه گفت اولین برف زمستونی، یکی دو تا برف اومده ولی انقدر نبوده، فسقله بوده. حالا یه کوچولو برف، اونم تو ماه دسامبر که همیشه این موقع انقدر زیاد بود برف که باید خش 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 تو برف رو میرفتیم یه عالمه، ولی همش فعلا همینقدر اومده. بازم خوشحالیم، من که عاشق برفم، خیلی برف رو دوست دارم به خاطر اینکه شهر سفید میکنه. حالا میخوام ببرمتون تو طبیعت، یه جایی که همیشه میرم اونجا برای پیاده روی. نمیدونم بهتون نشون دادم یا نه، تو پیج اینستاگرام هم که همیشه میذارم، اما همه میگن چه جای خوشگلی خوشبارتون، ولی نمیدونم که اینجا قبرستونه. بهشون میگم اینجا قبرستونه ولی برم ببینم اینجا که اسمشو گذاشتم بهشت، یه گوشه ای از قبرستونه تو این برف تو این هوا چه شکلیه. بریم با هم ببینیم. اون ساختمون که اونجا میبینید ساختمون آموزش و پرورش تورنتوه. این ساختمون شهرداری نورسیورک، شهرداری تورنتو، ولی نورسیورک. این ساختمون هم که اینجا میبینین آرت گالریه. خیلی وقتا برنامه های موسیقی ایرانی هم اینجا برگزار میشه، مخصوصا نوروزگان تیرگان معمولا اینجا برگزار میشه. اون روبرو هم قبرستان نورسیورکه که خیلی زیباست. من امروز بیشتر اومدم که این کفشام هم چکمه هام هم امتحان کنم. اولین باری که از نورس فیس خریدم و فکر میکردم، البته خب برند خیلی خیلی خوبیه، اما فکر کنم اشتباه خریدم به خاطر اینکه خیلی سنگینه، بیشتر به درد انگار اسکی میخوره، باید برای پیاده روی ها خوب نیست. اما این دستکش های اسپایدر فوق العاده عالین، مخصوصا که میتونم با گوشیم کار کنم. یه چیزی رو بهتون بگم، قبلا یه دونه ویدیو درست کردم در مورد اینکه چرا همه از آب و هوای سرد کانادا میترسن. آه اصلا ترس نداره، الان همچین برفی اومده. ببینیم هوا حالا درسته 2 درجه بالای صفره، ولی شما فقط کافیه یه دستکش مناسب، چکمه مناسب، 2 لایه شلوار، یه شلوار نازک زیر شلوارتون، یه کاپشن. الان این کاپشن اصلا کاپشنه خاصی نیست، خیلی معمولیه. خیلی از کاپشن ها روش می نویسن -25 -30 هرچی، یعنی تا اونقدر شما رو حفاظت کنه، ولی فقط کافیه که 2 لایه یه بلوز زیرش بپوشین، یه بلوز دیگه هم زیر بپوشین، 2 تا 3 لایه که بپوشین کامل گرمتون میکنه. من الان اصلا احساس سرما ندارم، فقط یه کوچولو لپا اونم ماسک بزنم دیگه حله، کامل کامل گرمه گرمه توی این برفا. بعد میتونید یه قدم بزنین، عشق کنین، از این سفیدی لذت ببرین. حالا میخوام ببرمتون اونجایی که بهشت خودمه، اما مطمئنا دیگه الان اون فواره و اون دریاچش یخ زده، ولی خیلی خوشگله. برم ببینم چه شکلی شده، یه حالم راه تا اونجا. چقدر زیبایی تو سرو که همیشه سبزی، همیشه سبز، و چه معجونی درست میکنی از این ترکیب رنگ سبز و سفید و آبی آسمان تورنتو. اینجا قبلا یه رودخونه خیلی خوشگل بود، البته الانم هست، فقط یخ زده.
سرد و سفیدش هم خوشگله. لذت ببرین، قبولش کنین به عنوان سرزمین جدید، به عنوان خانه دوم. روزگار خوبی داشته باشید. اینجا دو تا باغ خیلی خیلی بزرگه این قبرستون. این یکیشه که نمیشه میدونش، اون طرف یه عالمه توپ و تفنگ و تفنگ نه انواع اقسام توپ و یه دونه تانک که مال جنگ جهانی دومه گذاشتن به نماد و یادگار جنگ. بعد اینجا که تموم میشه میره یه باغ دیگه اون طرف داره که یه خیابونم از وسطش رد میشه، بهشت من اون طرفه، بعد برم اونجا. یه استفاده دیگه که از این فضاها یعنی قبرستونا میکنن داگ واکینگه، سگاشونو بیارن قدم میزنن و پیاده روی میکنن. حالا خب امروز فقط من یکی دارم اینجا پیاده روی میکنم، اما روزای دیگه مخصوصا تابستون خیلی شروع. البته از اینم نگذاریم که الان ساعت 11 صبح و همه سر کاراشونن. این هم یه مجسمه دیگه، ببینی چه نازه. فکر کنم کلی مفهوم و معنی برای خانواده خود اون کسی که اینجا دفنه داره که ما شاید نفهم. قبرستون اون طرف این خیابونه. قبلا اینجا چراغ نبود ولی چون آدم ها دیگه دیدن خیلی زیاد شدن و مرتب دارن از خیابون رد میشن، یکم هم خطرناکه، یه چراغ بنازم به اینجا. البته این چراغ ها برای پیاده روها هست، برای آدم هست، به خاطر اینکه همیشه همینطوری زرده، هیچ رنگی نداره قرمز رو یعنی که تیزیزی تورنتو. الان نیا دارم میانی شدم که من بای نمیستم، بعد من اگر که این چراغ رو فشار بدم اونجا زرد میشه شما رو فشار زدن، بعد مجبورن که بایستن. خب حالا برای که شما ببینید انتها میکنیم یکم اون تسلای نزدیک بشه، بعد من میدونم الان چراغش این شکلی شد وایس دادن چون من چرا بزدم. بله حالا میتونی من رد شدم، میتونی بری، اجازه دادم. سری نیروهای توی این قبرستون ها کار میکنن، تابستون ها بیشتر تینیجر ها که مدرسه ها تعطیله، های اونا میان آب میدن به درخت ها، مراقبت میکنن، هرس میکنن، ولی زمستونا که اونا مدرسن و دانشگاهن کارمنده خودشون اینجا ها رو تمیز میکنن، برف‌روبی میکنن. خب بپیچیم تو کوچه بهشت. من یه عالمه خاطرات خوش اینجا دارم، برای همین برای من بهشته. حالا تابستونش خیلی خوشگل تر و سرسبز تر بود، یه عالمه فیلم گرفتم براتون
اگه پیدا کنم توی این ویدیو اضافه میکنم. یه بار اینجا توی این مسیر از اینجا که داشتم رد میشدم یه آهوی خیلی زیبا دیدم. نمیدونم وسط شهر داشت چی کار میکرد، ولی بعد اومد و از همین وسط رفت که بره بچه هاشو فکر کنم پیدا کنه. گم شده بود. خب حالا میپیچیم سمت راست. اینجا شبیه یک جزیره است. اول من یه دونه عکس بگیرم از اینجا. یه جزیره با یه دریاچه وسطش، این درخت بید مجنون انقدر تابستون بلنده و بزرگه کل این جزیره رو گرفته. دوربرش هم بازم درخت بید مجنونه. هیچ کس هنوز نیومده اینجا. آه دورشو بستن، نمیتونیم بریم تو. توش یه عالم ماهی های گلی هست و یه عالم لاک پشت. خیلی ها میان اینجا برای دیدن لاک پشت ها وسط این نیزار. بعد یه پل خوشگل چوبی هست اینجا، جون میده برای عکس گرفتن. اونجا هم که ماهی گلی های خوشگل هست، اما هم فوارش الان اون وسط بسته است، هم در ورودی رو بستن. نمیدونم چرا همیشه باز بود. شاید چون هنوز تمیز نکردن امکان لیز خوردگی هست. ولی ببینین یه نیمکت تنهای خوشگل اینجاست که فقط عاشقا میتونن بیان اینجا بشینن و به آرزوهاشون فکر کنن، تصویرسازی کنن که یه زمانی توی بهشت، توی خونه زیبا، روی همچین نیمکتی بشینن و با هم لذت ببرن از زندگیشون. خب دیدین بهشت من چقدر خوشگله؟ این جزیره ای که الان البته دورش محصور شده ولی خیلی قشنگه. الانش هم تو برفاش هم خوشگله. تابستون که بشه مرغای مهاجر میان، هواسیل میان، پرنده ها میان، اینجا شلوغ میشه، دیگه جایی نیست برای من. حالا که زمستونه بیام کیفمو میبرم. شما هم لذت ببرین پای پای من. خب پیاده روی دیگه تموم شد، بهشت رو دیدیم، برمیگردیم خونه.